درود و شب شما بخیر. به خبرهای این ساعت طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. آمادگی رئیس جمهور بر اعلام تصمیم تازه‌اش درباره برقراری آتش‌بس. رئیس جمهور غنی از اعلام تصمیمش برای برقراری آتش‌بس با طالبان در آینده نزدیک خبر می‌دهد. سالی را می‌آریم که پایدار باشه، دوامدار باشه و هر افغان در آغوش خود. ادامه گفتگوها با طالبان بخش از راهبرد آمریکا در افغانستان. وزیر دفاع ایالات متحده از ادامه گفتگوها با طالبان خبر می‌دهد. مهمترین پایه در راهبرد جنوب آسیا مصالحه است. ما در تاریخ گواه بودیم که جنگ‌های هماهنگ جنگ افغانستان از راه گفتگوها پایان یافتند. رد به کارگیری فناوری در تثبیت بایومتریک رای دهندگان. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رای دهندگان در انتخابات مجلس نمایندگان تثبیت بایومتریک نخواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات طرح اولیه او بوده که باید تمام مراحل انتخاباتی با استفاده از تکنولوژی صورت بگیرد. و هشدار دانشمندان از پیامدهای بد گرم شدن بی‌پیشینه زمین و تغییرات پرشتاب در آب و هوا. من صدف امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور غنی از اعلام تصمیمش برای برقراری آتش‌بس با طالبان در آینده نزدیک خبر می‌دهد. آقای غنی انگام دیدار امروزش از ولایت کاپیسا می‌گوید که هیچ چیز پنهانی در گفتگوهای صلح وجود ندارد و مردم گواه تأمین صلح پایدار خواهند بود. از سوی دیگر سفیر چین در کابل به اعتمادی میان حکومت و طالبان را یکی از موانع در برابر تأمین صلح در افغانستان می‌داند و می‌گوید که روند گفتگوها میان دو طرف با چالش‌های زیاد روبرو است. مسعود انصار گزارش می‌دهد. رئیس جمهور در سفرش به ولایت کاپیسا رسیدگی به صلح، جنگ و انتخابات را از اولویت‌های کارش می‌گوید. آقای غنی میگوید که تصمیم حکومت را درباره آتش بس دیگری با طالبان به زودی اعلام خواهد کرد. صلح در روز روشن می، نه در شب تاریک، نه پشت پرده، نه در غیاب و حضور مردم، نه بدون صحه ملت. صلح را میاریم که پایدار باشه، دوامدار باشه و هر افغان در آغوش خود بگیره. اما سفیر چین در نشستی در وزارت امور خارجه میگوید که بیجینگ، کابل، واشنگتن و اسلام آباد درباره چگونگی تامین صلح در افغانستان در حال گفتگو هستند. در آینده می توانیم برای طالبان کار انجام دهیم. ما گفتگوهای دیگری نیز داریم. برخی از گفتگوها روی میز و برخی از گفتگوها زیر میز هستند. نمی توانیم همه چیز را به شما بگوییم، چرا که این دیپلماسی است. در این میان وزارت امور خارجه کشور به این باور است که تا اکنون پاکستان فشار لازم را برای طالبان نیاورده است تا این گروه به گفتگوهای صلح تن در دهند. افغانستان در هر مرحله و به هر موردی که وعده کرده به خوبی عمل کرده و ما منتظر راستی شدن وعده های حکومت نوین پاکستان هستیم. انتظار می رود که حکومت افغانستان در روزهای عید قربان با طالبان آتش بسی را اعلام نماید. یک مقام بلندپایه دولتی که نمی خواهد نامش گرفته شود می گوید که ممکن است این آتش بس تا دو ماه به درازا بکشد. از سوی هم وزیر دفاع ایالات متحده از ادامه گفتگوها با طالبان خبر می دهد. جیمز ماتیس می گوید که راهبرد کنونی آمریکا در جنگ افغانستان بر صلح و آشتی استوار است و واشنگتن در همکاری نزدیک با کابل برای پایان به این جنگ تلاش خواهد کرد. جیمز ماتیس می افزاید که برای رسیدن به صلح طالبان نیز زیر فشار فزاینده قرار دارند. میراقا پوپل به این مورد پرداخته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده هنگامی دیدار با همتای بریتانیاییش در واشنگتن میگوید که تاریخ جهان نشان داده است که جنگ های همانند جنگ افغانستان از راه مصالحه حل شده می توانند.
مهمترین پایه در راهبرد جنوب آسیا مصالحه است. ما در تاریخ گواه بودیم که جنگ های همانند جنگ افغانستان از راه گفتگوها پایان یافتند. به گونه مثال در افریقای جنوبی و آیرلند شمالی. پس ما با همپیمانان ناتوی ما از نزدیک با افغان ها کار میکنیم تا روند مصالحه به رهبری و مالکیت آنان به پیش برده شود و به جنگ در افغانستان پایان داده شود. جیمز ماتیس از دادن جزئیات درباره دیدار اخیر نمایندگان حکومت آمریکا با طالبان در قطر خودداری میکند، اما میگوید که گفتگوها با طالبان ادامه دارند. هیچ شک نیست که راهبرد تازه من طالبان را به یک دلیل روبرو ساختند تا با رئیس جمهور غنی با آتش‌بس‌های تن بدهند که از سوی او پیشنهاد و رهبری شدند و به بحث‌های بیشتر این آتش‌بس‌ها بپردازند، اما هنوز هم زود است تا جزئیات این روند مصالحه را برایتان بدهم. وزیر دفاع ایالات متحده در این دیدار از دو برابر شدن نیروهای بریتانیایی در افغانستان نیز ستایش می‌کند. جهان به گونه فزاینده در حال مبدل شدن به یک جای تاریک است. ما می‌بینیم که تهدیدها به گونه روزافزون در حال ظهور هستند. نه تنها در بخش‌های بی‌حاکمیت، بل تهدیدهایی از کشورهایی که دولت دارند نیز افزایش می‌یابند که مثال آن روسیه است. بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که می‌خواهد شمار نیروهایش را در افغانستان از 450 تن به حدود 1000 تن افزایش دهد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به خواست احزاب سیاسی میگوید که رای دهندگان در انتخابات مجلس نمایندگان تثبیت بایومتریک نخواهند شد. آقای صیاد میگوید که درباره عملی شدن این خواست احزاب سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری با نهادهای کمک کننده گفتگو خواهد شد. در این حال دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید آنان که نام هایشان از فهرست نامزدان بیرون کشیده شدند از خودشان دفاع میکنند، از همین رو احتمال دارد که در این فهرست نام های نامزدان تغییرات به میان آید. انیسه شهید گزارش دارد. کمیسیون مستقل انتخابات امروز به گونه رسمی اعلام کرد که به علت کمبود وقت این نهاد نمیتواند رای دهندگان را در روز انتخابات مجلس نمایندگان تثبیت بایومتریک نماید. کمیسیون مستقل انتخابات طرح اولی او بوده که باید تمام مراحل انتخاباتی با استفاده از تکنولوژی صورت بگیره، اما متاسفانه که 14 ماه مکمل این طرح ما از طرف کابینه دولت اسلامی افغانستان مورد تایید قرار نگرفت. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود تا استفاده از تکنولوژی که بتواند تامین شفافیت بیشتر نماید در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به تاریخ 31 حمل سال 1398 برگزار میگردد استفاده شود. بر بنیاد جدول زمانبندی انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان را باید به روز 12 ماه اسد اعلام می‌کرد. اما تا کنون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تصمیم نهاییش را درباره نامزدانی که از آنان شکایت شده است به کمیسیون نفرستاده است. دبیر این کمیسیون میگوید که 25 نامزد حذف شده استیناف خواهی کردند و این نهاد امروز کسانی را که اعتراض دارند به این نهاد خواسته است تا از خودشان دفاع کنند. تعدادی از افراد در حقیقت آمدن از خود دفاعیاتشان را مطرح کردن. بعد از ظهر امروز باز جلسات ادامه داره، سبا همی جلسه ادامه داره و ما فکر میکنیم که 2 الی 3 روز در مجموع این قضیه طول بکشه. تا کنون روشن نیست که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تصمیم نهاییش را چه وقت به کمیسیون مستقل انتخابات خواهد فرستاد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هر گونه تأخیر در جدول زمانبندی انتخابات بر تمامی روندهای انتخابات اثر خواهد گذاشت. حرکت صلح‌خواهی مردمی امروز با گذاشتن تابوت در برابر در فرماندهی عمومی ماموریت حمایت قاطی ناتو در کابل خانه توقف عملیات‌های هوایی از سوی نیروهای خارجی در کشور شدند. شمار از اعضای حرکت صلح‌خواهی مردمی میگویند که عملیات‌های هوایی سبب افزایش کشتار غیرنظامیان در کشور شده است و باید این عملیات‌ها متوقف شوند. اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی با تابوت خالی که بر شانه هایشان حمل می کنند به رسم اعتراض در برابر فرماندهی عمومی ناتو در کابل گرد هم آمدند و از نیروهای خارجی می خواهند تا عملیات های هوایی را در کشور متوقف کنند.
شمار از اعضای این حرکت میگویند که عملیات های هوایی نیروهای خارجی در کشور تلفات غیر نظامیان را افزایش داده است. دوی د ناسم پالیسی لامله، دوی د بمباری لامله، دوی د بیځای بمباری لامله، که دوی یو د دوی په اصطلاح ترهګر په نشه کړی دی، نه نوی نور زیږولی دی. موږ د جنازو و د دغو بمباریو و د ماشومانو د وزن و د درپدری نور موږ اتې توان نور نه لرو. اعضای حرکت سلخایی مردمی میگن که کشتار غیر نظامیان در جنگ سبب رفتن شهروندان کشور به صفای مخالفان مسلح دولت میشود. دوی ولی پر پل نه بمبارول چې بیا په مدرسه کې نور کوچنیان مؤمنان شیدان کړل، د هغو ورونه بیا راولاړیږي، ټک اخلي د حکومت پر ضد باندې توپک راخلي، وایي دا معلومات که حکومت نه وای ورکړی امریکایان دلته بمبار نه کوي. کیدلی سي چې موږ ته جواب ونه لري څه راته وایي؟ دا دوی نه ویني چې دلته په افغانستان کې بېګناه انسانان وژل کېږي، دی به ماته څه ووایي؟ سرانجام پس از یک ساعت انتظار در برابر فرماندهی عمومی ناتو در کابل، مقام های این فرماندهی حاضر به دیدار با اعضای این حرکت و ایرای پاسخ به آنان نشدند. شمار از نهادهای داخلی و خارجی در یک کارگاه آموزشی دو روزه در کابل راه‌های جلوگیری از آدم ربایی و قاچاق انسان را در افغانستان به بررسی گرفتند. آنان از حکومت می‌خواهند که در این زمینه‌ها به گونه‌ای جدی کار کند و نیز نهادهای دیگر دولتی و غیر دولتی را به همکاری در این راستا فرا می‌خوانند. در این کارگاه که به همکاری نهاد کانادایی وار چایلد یا کودک جنگ به روز دوشنبه آغاز شده بود، 60 عضو نهادهای گوناگون داخلی و خارجی برای جلوگیری از آدم ربایی و قاچاق انسان به بحث و گفتگو پرداختند. پرینه دوچ افغانستان برت سقوط و کی دریم لای تلر سی چالت په بیا دی انسان تختونی په برخه کې مونږ بیا هم د مشکلات سره مخامخ یو. کمیسیون هم از قاچاق غیر قانونی، از رفتن نوجوانا به خصوص اطفال زیر سن در همه موارد که هست نگران است. شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی در یک قطعنامه 11 بندی از حکومت و نهادهای دولتی و غیر دولتی می‌خواهند که برای از میان برداشتن چالش‌های چون آدم ربایی و قاچاق انسان به گونه جدی بکوشند. تمام ادارات زیربط در قضای اختطاف قاچاق انسان و نقض حقوق طفل به خصوص بچه‌بازی به گزارش اخیر که از آن قبل یادآور شدم بپردازند. این گزارش سفارشات و رایحل بسیار مناسب و عملی را برای هر اداره و ارگان مربوطه حکومت تعیین کرده است. افغانستان در چند سال اخیر از رهگذر قاچاق انسان بیشتر آسیب پذیر بوده است. در سال 2007 میلادی در حدود 46 هزار شهروند افغانستان از کشورهای اروپایی درخواست پناهجویی کرده بودند. کسانی که بیشتر از راه‌های غیرقانونی و با کمک قاچاقبران انسان به این کشورها می‌روند و مدت‌های درازی را در کشورهای دیگر در مسیر راه‌ها سپری می‌کنند. تا لحظات دیگر بررسی صحت روانی در افغانستان. ادامه خبرها. شمار از مشاوران روانی میگویند که صحت روانی در افغانستان جدی گرفته نشده است و منابع تخصصی بسنده نیز در این زمینه وجود ندارند. این مشاوران روانی در انگام آغاز پیکار آگاهی دهی درباره بیماری های روانی زیر نام زخم های نامری خشونت میگویند که برای ساخت یک راهکار جدی دراز مدت در بخش بهداشت روانی در کشور تلاش های کافی انجام نشدند. در این حال رئیس بخش روانی وزارت صحت عامه میگوید که این وزارت 750 مشاور روانی را با آموزش در بخش روانشناسی در مرکزهای بهداشتی در سراسر کشور به کار گماشته شده است. در اینجا صحت روانی در افغانستان به بررسی گرفته می شود. مسئول بخش صحت روانی وزارت صحت عامه میگوید که در 5 سال گذشته این وزارت برای مبارزه با علتهای بیماری های روانی تلاش هایی را انجام داده است و از این میان 750 مشاور روانی را در مرکزهای صحی در کشور گماشته است، اما این شمار را بسیار اندک میگوید. ما در 2 سال 700 کانسولر کشیدم و سیستم انداختیم. این توان فاکولته نیست که 2 سال برم 700 تا بده.
ما مجبور بودیم به مردم کار کنیم. اونجا بیش از 50% مردم از اعراض علائم که گفتیم به این معنی که هنوز مریض نیست ولی استرس داره. برای استرس یگانه دوا کانسلر است. در همین حال مشاوران روانی میگن که به صحت روانی در کشور اهمیت گذاشته نشده است و حتی دانشکده های کشور بخش هایی را برای مشاوره روانی ندارند، در حالی که مشاوره روانی حتی به دانش آموزان مکتب های کشور باید داده شود. نیاز به ارتقای ظرفیت ها داریم. ارتقای ظرفیت های استادا خیلی مهمه. خدا رو شکر پوهنتون کابل فرصت خوبی را پیدا کرد. با هانتر کالج ارتباطاتی را همینطور که جناب پروفسور صدیقی مطرح کرد فراهم شد. اما این ارتقای ظرفیت خیلی موقتی است. با وجود که در دانشگاه کابل دانشکده روانشناسی فعالیت دارد، اما وزارت صحت عامه شمار فارغان این دانشکده را نظر به نیازمندی بخش صحت روانی در کشور بسنده نمی داند. در 6 دپارتمنت 37 تن استاد داره و اکثریت استادا ماستر است و 3 نفر دکتر داره. برگزار کنندگان این پیکار از طریق شبکه های اجتماعی نیز برنامه های آگاهی دهی را آغاز کردند تا بتوانند توجه جدی را در بخش اهمیت صحت روانی و برنامه های سازنده در این بخش در میان شهروندان کشور ایجاد کنند. تا لحظات دیگر، سروی تازه پروژه فایبر نوری دهلیز واخان. سروی اخیرین بخش پروژه فایبر نوری دهلیز واخان با هزینه در حدود 190 هزار دلار تا 2 ماه دیگر پایان خواهد یافت. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که قرار است سروی این پروژه از سوی شرکت چاینا تلکام تا چند روز دیگر آغاز شود و تا 2 ماه دیگر به پایان برسد. پس از آن کار عملیان شروع خواهد شد. در این حال سفیر چین در افغانستان این کشور را از تعهد کنندگان اقتصادی به افغانستان میخواند. سبستیشن گلبهار از سوی رئیس جمهور افتتاح شد. این سبستیشن که از ماه عمل بدین سو به بهره برداری سپرده شده است، در حال حاضر 70 میگاوات برق را به ولایت های کاپیسا، پروان و ننگرهار توزیع می نماید. رئیس جمهور غنی در مراسم آغاز دوباره بهره برداری از این سبستیشن می گوید که امسال 9 ولایت کشور که پیش از این برق نداشتند از نیروی برق بهره مند خواهند شد. در این مراسم شمار از باشندگان کاپیسا خواهان بازسازی و نوسازی کارخانه نساجی گلبهار و نیز سرمایه گذاری در پارک ملی صیاد شدند. سلام خدا و اراده مردم افغانستان. دکمه ای که 4 ماه پیش روشن شده بود به روز 4 شنبه یک بار دیگر از سوی رئیس جمهور روشن شد. سبستیشن گلبهار پیوندگاه برق آبی و برق وارداتی در کشور است که افزون بر توزیع برق وارداتی، برق تولید شده در بند نغلو را نیز توزیع می کند. وقتی که من این بار به ما آمد، افغانستان 9 جزیره برق بود. با تمام امکاناتی که آمده بود، به چند ولایت برق نرسید. به اکثریت ولایت افغانستان برق نرسید. امروز دیدین که 9 ولایت افغانستان امسال صاحب برق میشه. از 9 جزیره به 7 آمدیم، در 2 سال 1 سیستم واحد برق افغانستان خواهد باشد. سبستیشن گلبهار با ظرفیت مجموعی 360 مگاوات، کشیدن سیم برق از پشته سرخ چاریکار به این سبستیشن و از این سبستیشن به سبستیشن احمد بیگ نجراب شامل یک پروژه 65 میلیون و 800 هزار دلاری هستند که از سوی یک شرکت داخلی و با تمویل بخش مهندسی اردوی ایالات متحده امریکا ساخته شدند. پروژه متذکره در سال 2013 آغاز گردیده بود که بعد از تکمیلی در سال 2018 توسط کمپانی ZNCC بعد از تست و کمیشنینگ از طریق وزارت انرژی آب رسماً به برشنا شرکت تسلیم کردید. در حقیقت این یک سبستیشن کوچک برق نیست، این منبع این توسعه و انکشاف در ابعاد مختلف در از این ولایت است.
از سوی هم رئیس جمهور در مراسم بهره برداری سبستیشن گلبهار به سرمایه گذاری روی جاذبه های گردشگری کاپیسا به ویژه تفریحگاه صیاد تاکید می کند و در پیوند با بازسازی کارخانه نساجی گلبهار می گوید که تلاش دارد تا همکاری ازبکستان را برای بازسازی این کارخانه جلب کند. تا لحظات دیگر، آموزش نیروهای ارتش پاکستان توسط روسیه. به ادامه خبرها خوش آمدید. حکومت استرالیا میگوید که سراسر ایالت نیو ساوت ویلز این کشور که گستره آن بزرگتر از مساحت افغانستان است دچار خشکسالی شده است. مقام‌های محلی میگویند که تمامی باشندگان این ایالت در انتظار باریدن چند قطره باران هستند. پیش از این دانشمندان از پیامدهای گرم شدن بی پیشینه زمین هشدار دادند. این دانشمندان میگویند که شاید تا چند دهه بعد زمین گواه تغییرات پرشتاب در آب و هوا باشد که میتواند زندگی آدمیان را تهدید کند. حکومت استرالیا در ایالت نیو ساوت ویلز این کشور به علت خشکسالی حالت اضطرار اعلام کرده است. حکومت‌های ایالتی و فدرال به کشاورزان این ایالت کمک‌های نقدی می‌کنند، اما گفته می‌شود که این کمک‌ها برای رویارویی با بدترین خشکسالی استرالیا در 50 سال اخیر بسنده نیستند. This winter has been particularly cruel. زمستان گذشته بسیار بی‌رحم بود. برای دیدن چنین زمستانی باید به سال 1965 برگردید. پس از خشکسالی اخیر کارهای برخی از کشاورزان هنوز بهبود نیافتند. اما این تنها استرالیا نیست که با خشکسالی روبرو شده است. دانشمندان هشدار می‌دهند که اگر گرمای زمین کاهش نیابد، بسیاری از منابع تولید اکسیژن مانند جنگل‌ها از میان خواهند رفت. آب شدن یخ‌های قطبی هم از پیامدهای گرم شدن زمین خواهد بود. ما گواهی گرم شدن زمین، موجهای گرما و بلند رفتن سطح آب دریاها هستیم و برخی از این مشکلات شاید بزرگتر شوند. در کنار آن اثرهای منطقه‌ای تغییرات اقلیمی نیز هستند، مانند از میان رفتن کشتزارها، کم شدن آب و خوراک و مهاجر شدن مردم از جاهایی که در آن زندگی میکنند. فکر میکنیم که تمامی این رویدادها امکان پذیر هستند، اما باید امیدوار باشیم که به این وضع نرسیم. دانشمندان میگویند که هر چه زودتر باید برای کاهش دمای زمین کار کرد، وگرنه جهان با چندین قرن خشکسالی کم پیشینه روبرو خواهد شد. و اینکه روسیه نیروهای ارتش پاکستان را آموزش می‌دهد. دو کشور توافقنامه‌ای را امضا کردند که اجازه می‌دهد نیروهای پاکستانی در اینستیتوت‌های نظامی روسیه آموزش ببینند. این توافقنامه در نخستین نشست کمیته مشترک مشورتی ارتش‌های روسیه و پاکستان امضا شد. این در حالی است که روسیه در 3 سال اخیر 4 چرخبال جنگی و لوجستیکی را به پاکستان داده است و نیروهای دو کشور تمرین‌های مشترک نظامی نیز برگزار کردند. همکاری‌های نظامی دو کشور در حال گسترش می‌یابد که روابط اسلام‌آباد با واشنگتن تیره شده است. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شبتان بخیر. خدا نگهدار. و ما در طلوع نیوز نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. آمادگی رئیس جمهور بر اعلام تصمیم تازه‌اش درباره برقراری آتش بس. رئیس جمهور غنی از اعلام تصمیمش برای برقراری آتش بس با طالبان در آینده نزدیک خبر می‌دهد. ادامه گفتگوها با طالبان بخش از راهبرد آمریکا در افغانستان. وزیر دفاع ایالات متحده از ادامه گفتگوها با طالبان خبر می‌دهد.
رد بکارگیری فناوری در تثبیت بایومتریک رای دهندگان. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رای دهندگان در انتخابات مجلس نمایندگان تثبیت بایومتریک نخواهند شد. و هشدار دانشمندان از پیامدهای بد گرم شدن بی‌پیشینه زمین و تغییرات پرشتاب در آب و هوا. شمار از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا سندهایی را که بر بنیاد آنها نام‌های شمار از افراد از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان حذف شده‌اند با آنان در میان بگذارد. آنان در نشست در کابل بیرون کشیدن نام‌های 25 تن را از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان کار غیرقانونی و فراتر از صلاحیت‌های کاری کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند. از بهر آنچه که نبود وضاحت و شفافیت در روند حذف نامهای شماری از نامزدان احتمالی انتخابات مجلس نمایندگان از فهرست نامزدان این انتخابات میگویند اینجا در کابل گرد آمدند. این فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر که خودشان را اعضای حرکت سفید، مؤسسه زنان افغان برای انتخابات، مؤسسه توسعه دموکراسی برای افغانستان و مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان میگویند تصمیم اخیر کمیسیون ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را در برابر شماری از نامزدان نمیپذیرند. شیوه هایی که در راستای سلب صلاحیت کردن کاندیدا در مورد حضورشان در انتخابات شورای ملی وجود دارد، اینها را علنی بکنند. دو، از عملکرد سلیقه‌ای در باب رد صلاحیت و یا در باب حضور نامزد وکلا در داخل کارزار انتخاباتی جدا جلوگیری شود. ولی که امروز بخواید انتخابات پارلمانی را در 34 ولایت افغانستان برگزار بکنید، آیا امنیت کافی هست؟ یک نوع تعمد وجود دارد که مناطق را ناامن بسازد. یک چالش های بسیار عمده است. هیچ کسی موافق حضور میدان دادن به ادارهای مسلح نیست، مسلح غیر مسئول، اما این خوب است که با اسناد و شواهد ارائه شود. نامنی ها و احتمال تقلب های گسترده از نگرانی های شرکت کنندگان این نشست در انتخابات آینده گفته می شود. سازمان‌های سازمان یافته و غیر سازمان یافته حذف چهره ها از لیست نامزدان و به همین قسم مشکلات و ناهنجاری هایی که در داخل کمیسیون انتخاباتی وجود دارد به نحو روز به روز اعتبار مردم را نسبت به انتخابات کاهش میده و بالاخره باعث از این خواست شد که مردم اصلا هیچ انگیزی برای رفتن به پای صندوق های غیبی نخواهد داشتند. تعداد از نامزدان پارلمانی به دلایل مبهم به لیست راهی را نیافتند، بنابراین ما از کمیسیون های انتخاباتی خواهان وضاحت بیشتر در مورد چگونگی و دلایل مستند حضر تعداد از نامزدان می باشیم. ساختار، نهادها و همچنین نظام انتخاباتی همه از دست هم به هم به اصطلاح یک جا یک انتخاباتی بالاخره کاملا نارسا را برمیتابه در کشور ما که چالش هاش متاسفانه بیشتر از این چیزی است که ما در اینجا تصور کنیم. این در حال است که پیش از این کمیسیون ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نام های 25 تن از نامزدان احتمالی انتخابات مجلس نمایندگان را به دلیل داشتن افراد مسلح غیر مسئول و تخطی از قانون اساسی از فهرست نامزدان این انتخابات حذف و از آن دفاع کرده است. شمار از معلولان در ولایت هرات از بهر حمایت از صلح کاروان را برای انداختند و برای تامین صلح و ثبات در کشور با پای پیاده به سوی کابل حرکت کردند. آنان میگویند که مردم از جنگ خسته شدند و با راه اندازی این کاروان میخواهند که آوازهای صلح خواهی را بلند کنند. نامش عبدالحکیم است. فرد میان سال است که در هنگام جنگ های داخلی دو پایش را از دست داده است. برای نشان دادن انزجار از جنگ مصمم است با پیمودن 1400 کیلومتر راه با ویلچر از هرات به کابل بیاید.
عبدالحکیم که تنها نان آور خانواده‌اش است، عازم سفر می شود که او را از تهیه نفقه خانواده به دور نگه می دارد. اما با این هم، او دادخواهی برای صلح را نیاز مبرم کشور می داند. امی دست خورم فدای صلح میکنیم، سر خورم فدای صلح میکنیم که بس از جنگ. این مشکلات ها زیاده در افغانستان، نه که بر یک ولایت باشه، به چند ولایت. شماری از معلولان دیگر که با عبدالحکیم سفر با پای پیاده را از هرات به کابل در پیش گرفتند، از طالبان مصالح میخواهند تا دیگر به جنگ نبگویند و به صدای صلح و همدیگر پذیری در کشور پاسخ مثبت دهند. دیگه این طور نمیخوایم که مثل ما و یا آینده اولادای ما یا اشخاص های دیگر ها مردم برادر ها که طور مثل ما و معلول و مهیب و به این سر دوچار مشکل باشه. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از گروه های مخالف که طالبان باشه یا گروه های دیگه باشه، میخوایم بیان به صلح کنند. جنگ به افغانستان بس است، تا به کی جنگ؟ در همین حال برخی از باشندگان ولایت هرات به این باور هستند که یگانه راه بیرون رفت از مشکلات کنونی در کشور صلح است و حکومت برای کشاندن طالبان برآیند صلح بیشتر تلاش نماید. میبینیم صدای صلح از گوشه کنار افغانستان بلند میشه. میتونه این حرکت محلولین عزیز ما پیام بسیار واضحی به دولت مردان، به جهان و به همه طرفهای منازعه افغانستان داشته باشه که صلح یگانه راه بیرون رفت از چالش‌های فعلی کشور و هیچ گزینه جز از رفتن به طرف صلح ما نخواهیم داشت. شماری از اعضای شورای ولایت هرات نیز به این باور هستند که تلاش برای تامین صلح در کشور وظیفه همه شهروندان کشور است. امروز به جز از اینکه صلح دیگه چاره نیست که صدای خود به جامعه جهانی میرسونن که صلح در افغانستان بیاید، که عامل صلح آوردن در افغانستان جامعه جهانی است و کشورهای همسایه. این کاروان در حال شکل میگیرد که برای نخستین بار شماری از باشندگان ولایت هلمند مسیر هلمند کابل را با پای پیاده پیمودند و در حال حاضر در شهر کابل برای تامین صلح دادخواهی میکنند. قرار است که این کاروان صلح‌خواهان هراتی نیز با رسیدن به کابل به حرکت مردمی صلح‌خواهی بپیوندد. پرونده احمد ایشجی بار دیگر در سطح جهان تازه شد. به تازگی نیویورک تایمز مقاله را زیر عنوان شرم نیست کامیابی جنرال افغان قربانی تجاوز جنسی را شگفتی زده ساخته است پخش کرده است. در این حال احمد ایشجی در گفتگو با طلوع نیوز میگوید که 7 تن از نگهبانان جنرال دوستم که به 5 سال زندان محکوم شده بودند در کنار جنرال دوستم آزادانه گشت و گذار میکنند. او میافزاید که لوی سورنوالی توان بررسی پرونده او را ندارد، از همین رو وی شکایتش را به دیوان بین‌المللی کیفری فرستاده است. زمستان سال پار بود که در برابر کمره ها ظاهر شد و فرد دوم حکومت را به لتکوب و آزار و اذیت جنسی متهم ساخت. مرد 63 ساله که هنوز فریاد دادخواهی سر می دهد. عدم همکاری یا غیر مسئول بودن ارگان های امنیتی را نشان می دهد که حتما از طریق مزار یا کدام جای از سرحدات برآمده بود، رفته بود. البته او را کل مردم شاهد است. به تصویر نگاه می کند که جنرال دوستم پس از بازگشت از ترکیه از هواپیما بیرون می شود. نعمت محکوم شده. ستار خانوز در چی نامده؟ چه حاضر با؟ در این میان قماندان ستار و شخص را به نام نعمت نشان می دهد. به گفته قماندان ستار با خود جنرال دوستم به ترکیه رفته بود و دو تن از کسانی است که در سارنوالی حاضر نشده بودند. نعمت به گفته او یک تن از کسانی است که به زندان محکوم شده بود. همه مردم شاهد است بر روز روشن به حضور داشته. بیش از 2000 نفر جنایت انجام داده. بنانی که حال دولت میخواه ایره بازی سیاسی کتش داره، ایره ما چی نیستیم. ما دادخواهی خود ادامه میتیم. پرونده احمد ایشجی بار دیگر سرخط روزنامه های پرآوازه جهان شده است. چنان که در یک مقاله تازه نیویورک تایمز آمده است که با آغاز بررسی ها درباره اتهام های تجاوز جنسی، جنرال دوستم در تبعید به ترکیه رفت. پس از بیش از یک سال که او کشور را ترک کرد، او و دو محافظ پیشروش از پاسخگویی به بررسی کنندگان سر باز زدند. بسیار جای تاسف و شرم خواهد بود که و است که در مورد افغانستان و شخص دوم معاون اول رئیس جمهور چنین خبر در سرخط رسانه های بین المللی به نشر سپرده می شود که متجاوز بر حقوق بشر هستند. می بایست که حکومت افغانستان به شکل بی‌طرفانه و همه‌جانبه مطابق به قوانین افغانستان اقدام می نمود. لوی سورنوالی در این مورد چنین می گوید. اجراءات قانونی در قبال این قضیه از جانب سورنوالی صورت گرفته و در مورد اشخاصی که در پیوند به این قضیه حکم محکمه بالایشان صادر شده بود
از جانب سارنولی مربوطش به مراجع زیرب ابلاغ شده تا به سهم خیش مطابق فیصله محکمه در زمین اجرات بدارند. پیش از این حزب جنبش ملی فیصله دادگاه را درباره 7 تن از محافظان جنرال دوستم ناعادلانه و غیر قانونی خوانده است. هواداران فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان در اعتراض به حذف نام این بانوی بدخشانی از فهرست نخستین نامزدان مجلس نمایندگان خانه رسیدگی به این موضوع شدند. اعتراض کنندگان که امروز در یک نشست خبری در شهر فیض‌آباد می‌خواهند که نام فوزیه کوفی از فهرست 25 نامزد حذف شده مجلس نمایندگان بیرون شود. آنان هشدار می‌دهند که اگر خانم کوفی نامزد انتخابات مجلس شناخته نشود، دست به اعتراض‌های مدنی و نافرمانی‌های ضد حکومتی خواهند زد. اینجا در ولایت بدخشان شماری از هواداران فوزیه کوفی گرد آمده اند و خواهان برگشت نام وی در فهرست نامزدان مجلس نمایندگان هستند. کسانی که بالاخره صداهای عدالت خواهی را که در مقابل ظلم و استبداد ارگ نشینان و همچنان فاشیستانی که امروز وجود داره خفک بکنند، صداهایشان را در گلو. ما به اعتراضات خود ادامه میتیم و تا حد توان ما آماده هستیم که از حقوق خود دفاع بکنیم. آنان هشدار میدهند که هرگاه دوباره بر نگردد دست به نافرمانی های مدنی خواهند زد. تسامی حقوقی و تسامی قانونی کمیسیون مستقل انتخابات و یا کمیسیون شکایت ارزش قائل هستیم، اما متاسفانه کمیسیون شکایت افغانستان یک تصمیم سیاسی هست، نه تصمیم حقوقی. خانم کوفی نه با جنگ سالار کار دارم، نه با چیز یک خانم شجاع خدمتگاری مردم. نزدیک به یک هفته پیش کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نام های 25 تن از نامزدان احتمالی نامزدان مجلس نمایندگان را به علت دست داشتن در جرمه های جنایی، توزیع جنگ افزار به افراد مسلح غیر مسئول، غصب زمین حذف کرده است که نام فوزیه کوفی نیز در میان همین افراد دیده شده است. برداشت ما از اسناد و مدارکی که در اختیار ما قرار داره آره، اما این برداشتی بوده که ما اتفاقی تصمیم گرفتیم در این مرحله. حالا خانم فوزیه کوفی هست یا امثال هم کسای دیگری که در کناری از اینا هستن که حذف شدن، ما دروازه کمیسیون شکایت انتخابات را باز گذاشتیم، مطابق قانون اینا آمدن استیناف خواهی کردن و اگر ما در تصمیممون اشتباه شده باشیم طبعا که کمیسیون شکایت میتونه که اصلاح بکنه. معترضان میگویند که بانو کوفی با هیچ افراد مسئله غیر مسئول و غاصب زمین پیوندی ندارد و حذف نام وی از فهرست ابتدایی سیاسی میباشد. ناامنی‌های اخیر در ولایت فراه یک بار دیگر پای نیروهای خارجی را به این ولایت کشانیده است. مقام‌های محلی و امنیتی ولایت فراه می‌گویند که کاروان نیروهای مأموریت حمایت قاطع به تازگی به این ولایت رسیده است. آنان می‌گویند که این نیروها در نابودسازی طالبان و در بخش‌های استخباراتی و آموزش نیروهای دولتی را کمک خواهند کرد. فراه ولایتی که در ماه‌های پسین گواه نبردهای سخت میان نیروهای دولتی و طالبان بوده است، اکنون برای جلوگیری از فعالیت‌های طالبان نیروهای تازه نفس مأموریت حمایت قاطع به این ولایت رسیدند. مقام‌های محلی هرات می‌گویند که نیروهای خارجی در بخش‌های استخباراتی، آموزشی و نیز در عملیات‌های سخت نیروهای دولتی افغان را کمک می‌کنند. شب گذشته ماموریت حمایت قاطعی که مشترکاً از ایتالیا و آمریکا تشکیل میدن و ولایت فرا وارد شدن و به خاطر در اشتراک با نیروهای امنیتی در عملیات‌های تصفیه اشتراک خواهند کرد در بخش‌های نظامی، بخش‌های استخباراتی و سایر بخش‌های نظامی با نیروهای امنیتی ما همکاری خواهند. پلیس هشدار می‌دهد که اگر طالبان بر روند صلح یکجان نشوند نابود خواهند شد. جهت سرکوب تروریستان مسلح در شهر فرا امروز یک پلان مشخص که تمام ارگان‌های اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی مشترکاً در تمام حومه شهر ولایت فرا چکپوینت‌های مشترک افراز کردند. اما حضور دوباره نیروهای خارجی در فرا خوشبینی ها و بدبینی های باشندگان این ولایت را نیز به همراه داشته است. بران ما میگم که خارجی ها واقعا صداقت نداره در بخش امنیت افغانستان و مخصوصا فرا. و در فرا عملا نشان داده که هر دفعه که وقت خودشان آمده
یک صلح و آرامش بین دو طرف هست. اما وقتی که میرن پس امو جنگ و امو کشتن مردم فراز بنان، ما میگم که اینا به جایی که بر منافع فرابیه، بر منافع کسایی که مخالفت با مردم فرا داره. خارجیان و راتک زموج دا فرا دا ولز دا امنیت پر برابر بندی، بلکه جنگ گرم کهی خارجیان نور گت زموج دا فرا ولایت بار بار دوی راغلی دی دلته په هغه وخت او زمان چې دوی دلته تیر کړی دی صرف دا جنگ یې ګرم کړی دی، نور نور د فرایي ولس دپاره د امنیت په بخش کې کوم تاثیرات یې نه دروي. نیروهای خارجی در حال به فرا رفتند که بخش های از شهر فرا در آستانه ماه رمضان در نتیجه نبردهای سخت میان نیروهای دولتی و طالبان برای چندین ساعت به دست طالبان سقوط کرد. و وزارت صنعت و تجارت نمایشگاه از فراورده های صنعتی و دستی زنان برگزار کرده است. این وزارت میگوید که این نمایشگاه زمینه را برای بازاریابی بر فراورده های زنان در کشور فراهم خواهد ساخت. در این حال شمار از زنان بازرگان که در این نمایشگاه شرکت کرده اند میگویند که در حال حاضر کاروبارشان با چالش های زیاده روبرو است. مواد ظرفشویی، پس از میان برنامه کوتاه چند خبر ورزشی تقدیمتان می‌گردد. شبتان بخیر، خدا نگهدار.